سلام و درود و تبریک به همه متحسنین در مقابل مقر ملل متحد در ژنو که در اینجا حضور پیدا کردیم، با درود به پایداری بی نظیرتون که در بیش از 150 روز در شب و روز و در سرما و گرما توانستید به اولین خواسته خود برای حفاظت از ساکنین اشرف دست پیدا کنید. درود بر همه شما و خسته نباشید. مطمئنن شما با این ایستادگی و پایداری می توانید حقوق حقه مردم ایران و ساکنان اشرف را در صحنه بین المللی به دست آورید. محاصره، شکنجه و تهدید اشرفی ها هر روز نسبت به قبل بیشتر می شود، با انواع و اقسام مدل ها، با اضافه کردن دکل های پارازیت و شنود، با اضافه کردن بلندگوها، با تهدید روزانه به بستن اشرف توسط مقامات مختلف عراقی و حتی با ایذا و آزار. همین دیروز در هنگام ورود اقلام قضایی، عراقی ها و مزدوران اطلاعات با سنگ به اشرفی ها حمله کردند و مجددن یک نفر را مجروح کردند. اما حضور و پایداری و دادخواهی شما در ژنو به آنها اخطار می دهد که تمامی این اعمال آنها ثبت خواهد شد و باید روزی پاسخگوی آن باشند. درود بر شما اشرف نشانها و درود بر صبر و پایداری و عزم جزمتان. مدام زمسیوش اقنمی نوسوم اجغدوی قیونی از ژنو ویل دت خادلون des organisations, des conventions et des droits internationaux et la ville où militait le professeur Kazem Rajavi, le grand martyr des droits de l'homme qui a sacrifié sa vie pour les droits de l'homme en Iran. Oui, nous sommes ici pour parler des droits de l'homme et d'une violation des droits internationaux et des conventions de Genève. Pour parler de cette grande prison, l'Iran, où 80 millions de personnes sont réprimées tous les jours par les mollahs, et pour parler d'Ashraf, chaque jour, leurs droits sont piétinés. Et cela demande une réaction rapide des instances internationales et des gouvernements.